باز کن مصومه منم. چی بود افتاد ننه؟ هیچی، چیزی نبود. خودت که نیفتادی؟ دست و پات سالمه؟ آره. روی گرفتی؟ نه. پس چرا اینقدر سیفون میزنی؟ اگه حالت بده یه تلفن کنم مادرت بیاد. خیلی هم حالم خوبه، دوریم نیست. نکنه بازم بیرون غذای ناجور خوردی؟ میخوای چیزی برات بیارم؟ نه بابا، میشه اینقدر سوال نکنی؟ ننه، یه لیوان بخور برای شکمت خوبه. تو جای من بخور، خیلی خسته شدی. حرف منو گوش کن، شکمتو میبنده. اگه شب نیومدم به مادر بگو دل واپس نشه. اگه مادرت پرسید کجا رفتی چی بگم؟ براست ببخشید توی کوچه پیاده میشم. تو داداش سعید خونه است؟ بله. کیه مریم؟ آقا شهرامه، با داداش سعید کار داره. سلام خانم. سعید حمامه، بفرمایین تو الان میاد بیرون. کی اومده؟ زود باش، شهرام اومده. شهرامه، زود باش بیا بیرون. اومدم، به مامان بگو شیر آب گرم ببنده، آب سرده. خب سعید میدونه که بابات از این پسر خوشش نمیاد، چرا هر روز ورش میداره میاره تو خونه؟ زهرا جون تو اقلا یه چیزی بهش بگو. بیا مادر. چی بهش بگم؟ خب هم کلاسشه، با هم درس میخونن. آقا جونم بی خود پاپهش میشه. شهرام همچون بچه بدی نیست. دلواپسی شما هم بی مورده.
چیه؟ چی شده؟ هیچی. بس چرا قبل به هم ریخته ای؟ چیز مهمی نیست. دوست نداری حرف بزنی؟ نزن. میشه امشب پیشت بمونم؟ آه، پس واسه همین حالت گرفته است. از خونه قهر کردی. صادق، داداش برو بقیه مشقات پایین بنویس. برو به سر خوب. باریکلا. باشه. جبارزاده رو گرفتن. کلی اطلاعات همراش بوده. مطمئنی؟ آره، بچه‌ها دیدن که گرفتنش. خدا کنه که اسمی از ما دوتا نبره. اون به این سادگی ها مقار نمیاد. من که همه چی رو از بین بردم. تو هم باید مراقب باشی. تو بریدی؟ به همین سادگی خودتو باختی چک بارا؟ آفرت داشته. شوخیت گرفته؟ مسخره نگیر. دارم جدی با حرف میزنم. منم جدی میگم. تو فقط زیاد حرف میزنی. شهوت کلام داری، زود وا میدی. همین. برو بابا. حالا میذاری شبو اینجا بمونم یا نه؟ محترم، نصف شبه، مردم خوابیدن، اینجا که تعمیرگاه نیست داری ماشین درست میکنی. حالا کی خواسته ماشین تعمیر کنه که صداتو بلند کردی؟ برو بگی بخواب بابا. مگه صدای اون قارقارک میذاره آدم بخوابه؟ ده خاموش کن اون صاب مرده رو، بچم از خواب پری. صاب مرده خودتی؟ اگه راست میگی بگو مردت بیاد بیرون تا نشونت بدم صاب مرده کیه؟ اگه مردم خونه بود که صدای تو اون قارقارک رو با هم خاموش میکرد. اگه مردت مرد بود که افسارت رو ور نمیکرد. اصلا تو چه حقی داری ماشینت رو میذاری اینجا؟ خونت تای کوچه است. ماشینت هم ببر بذار جلو خونت. آخه بچه هرکون، ماشین به این دکری چطوری تو این کوچه یه انگشتی بره؟ چرا حرف مفت میزنی؟ اونش دیگه به ما ربطی نداره، اینجا که پارکینگ نیست. اولا ماشین تو خیابونه، جلو خونه کسی نیست. دوفه من دلم میخواد اینجا پارک کنم. به کسی چه؟ سعید چیه؟ چی کار داری؟ آقا جون باز با همسایه ها دعوا شده، ماما میگی بیارش تو. چیه؟ تو بگی بخواب، هر شب که دیر میاد همین مکافاتو داری. به خاطر حرمت همسایگی که بهت چی نمیگم، ولی میامدم پایین درستت میکردم. بی خود منت سرم نزار، اگه کاری از دستت برمیاد کوتاهی نکن. شیطونه میگه منم پایین لطو پارش کنم. شیطونه غلط کرده با تو هر دو؟ یعنی چه؟ عجب آدمی بیچاک دهنی ها. سر به سرش نزار، ولش کن. یه نفر تو محل ازش راضی نیست. اگه همه ناراضی ها مثل تو هن، همون بهتر که همه ناراضی باشن. بودیم شما برید خونه، من ماشین رو خاموش میکنم. اونا واسه آمدن بیرون؟ برای تو این وقت شبه؟ برو تو در کابوتو برام بیار. فردا شب دومین قسمت این داستان رو از من تعریف کنم. فعلا با همین شما خدافظی میکنم. شب بخیر. اینقدر هم به دهن همسایه ها نذار. اگه یه قوری میزنن تو کوتا بیا. آخه اگه هیچی بهشون نگم فکر میکنن ازشون حساب میبرن. کمرت چی شده؟ کفری شدم از رو سپر پریدم پایین، کمرم گرفت. همش تقصیر این زن منصور خانه. باعث بانی دعوای امشبم همون شد. من باید حساب این منصور خانه یه روزی برسم. تو هم که هر روز خودم میخوای حساب این و اونو برسی.
چرا نمیخواد قبول کنید آقا جون؟ چوچو رو خواه همسایه ها رو میگم، اگه هیچی نگه بیشتر از این پر رو میشن، یکیشونی که بشونی سر جاش بقیه حساب کار دستشون میاد. چی میگه؟ این حرفا به تو چه ربطی داره که فضولی میکنی؟ برو بگی بخواب نکبت. ناراحت نشید آقا جون، ولی قبول کنید شما آدم ترسوی هستید، فقط بلدید قپی بیاد، جرات درگیری ندارید. خف نمیشی یا باشم؟ بسه فاضل خان، بسه. بی غیرت، به جای اینکه از من دفاع بکنه از همسایه ها جانب داری میکنه. بابا آدم تو خونه است. طرفداریش بکن باز. میگم آدم تو خونه است. آدم تو خونه؟ که اینجاست؟ که اینجاست؟ گفتم که اینجاست؟ پس چرا لاد شدی؟ پرسیدم که اینجاست؟ چهرم اینجاست. الان حساب جفتشونه میرسن. آقا جون چیکارشون داری آقا جون؟ چیکار میخوایی بکنین آقا جون؟ باید از خونم بره بیرون همین الان. این وقت شب زشته آقا جون، به خاطر من این دفعه رو ببخشید. سارا اگه این پسر یه دفعه دیگه پاشو بذاره اینجا قلم پاشو میشکنم. آبروی پسر تو جلوی غریبه نبر، آخه اون که دیگه بچه نیست. من یه صد بار به تو نگفتم دوست ندارم این پسر پاشو تو خونه من بذاره؟ چرا به حرف من گوش نمیدین؟ بشین شام تو بخور. زهرا برو غذاشو بیار. بشین شام تو بخور. زهر مار بخورم. کجا آقا جون؟ آقا جون کجا؟ درین آقا جون، درین پر خوابن. آقا جون جون مریم نرو. آقا جون تو رو خدا نه بالا. خوابن آقا. ساکت. خانم دکتر رادمنش، لطفاً اطلاعات. خسته نباشی خانم دکتر، حال مریضمون چطوره؟ خواست خدا عملش خوب شد. از نظر من رضایت آمیز. خدا شاهد، خبر نداشتم کار مادرم به عمل کشیده و الان زودتر میومدم. فکر کردم یه دلدرد معمولیه. بنده خدا پدرم هم نمیدونه که چرا عملش کردی. متاسفانه به علت زیاده روی در خوردن انار به بیماری پرولاپسوس مبتلا شده. خوردن انار؟ ببخشید خانم دکتر، مادر من شکموه، دست خودش که نیست. حالا شما چی عمل کردی؟ الو شهرام. سلام مادر. هیچ معلوم هست تو کجایی پسرم؟ چرا دیشب نیومدی خونه؟ خیلی دلواپس شدم. من که به معصومه خانم گفتم شب خونه نمیام. مگه بهت نگفت؟ به هم گفت حالت خوب نیست، دیسانتری شدی. آره کی؟ من؟ آره گوش کن ببین چی میگم. به معصومه گفتم برات کته با ماست درست کنه، چند تام قرص لوموتیل برات گذاشتم، صبح و زور و شب یکی میخوری، فهمیدی؟ غذای چرب و سرخ کردم نباید بخوری. دیشب کسی نیومد در خونه دنبال من؟ چی؟ دیشب کسی دنبال من نیومد؟ نه. مگه قرار بود کسی بیاد؟ با کسی قرار داشتی؟ نه بابا، همینطوری پرسید. گوش کن چی میگم شهرام، من امشب خونه نمیام. اگه حالت بهتر نشد به هم زنگ بزن. کته با ماس یادت نره، قرصاتم میخوری، فهمیدی؟ آره بابا فهمیدم. کاری نداری؟ نه خداحافظ. شما بفرمایید تو بخش، میگم پرستار بیاد براتون توضیح بده. چیراپوس یعنی چی دکتر؟ آخه بو ایپوس نمند. آخه
سلام. 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 روز بخیر خانم دکتر. روز بخیر. باشو بیا. سلام دکتر. سلام. باشید. متشکرم. بله. میبخشید خانم دکتر، چند تا پیغام داشتی. چی هست؟ از لابراتوار خانم دکتر قبادی زنگ زدن، گفتن که یه کار فوری دارن، حتما باهاشون تماس بگیری. در ضمن از دانشگاه هم تماس گرفتن، گفتن کنفرانس روز پنجشنبه یادتون نره. کاری ندارین خانم دکتر؟ نه متشکرم. با اجازهتون. شهر سلام، پیغام داده بودی که مدتی از شادی خبر نداری و نگران حالشی. پیغامتو بهش دادم. مثل این که موقع امتحانات کالجه و فرصت نامه نوشتن نداره، اما قول داده به زودی برات نامه مفصلی بنویسه. در عوض این عکس داد همراه این یادداشت برات پست کنم. ضمناً به شهرام بگو ترتیب همه کارا داده شده و انشالله به زودی میتونه با آمریکا بیاد. وکیلم تمام مدت دنبال کارشه. بله. سلام. سلام آقا رستم. بفرمایید. خیلی ممنون. تا سرد نشده میل کنید. امر دیگه ای نداری؟ نه متشکرم، مرسی. آی جازی. اوه. ببخشید خانم دکتر، یه مریض اورژانس داری. بسته دیگه، با تا که میخوای کنار اون پنجره وایسی؟ اینجوری بیشتر مشکوک میشن. چی شد؟ کجا میری؟ تولد تولد تولدت مبارک 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 تولدت مبارک. بس کن دیگه تو هم با این صدای نخراشیدت. وقتی رو وردی؟ ببین راستشو بگو، نکنی دست گلی به آب دادی؟ ها؟ نه. باشو باشو بریم. کجا بریم؟ بریم خونه ما. واسه چی؟ ها؟ کیه؟ من شهرام. شام حاضره، تو از دهن نیفتاده بیاییم. خیلی خب باشه، الان میاییم. بیا اول شما رو بخوریم، بعد با هم میریم. به شرطی که سریع شامتو بخوری. ولی من میرم. خیلی خب. آقا شهرام که باید کته با ماست بخوره، خانم گفته. کی؟ نمیدونم. کیه؟ شما کی هستی؟ تا ندونم شما کی هستی، درو باز نمی کنم. اجازه بدی؟ آقا شهرام، آقا شهرام، شما رو میخوان. معذرت میخوام خانم دکتر، تلفن از منزل. الو، توی معصومه؟ نمیفهمم چی میگی، چرا گریه میکنی؟ بلندتر حرف بزن. بردنش چی؟ و
برای چی؟ کیا بودن؟ شهرام رو برای چی بردن؟ چرا همون موقع به من تلفن نزدی؟ اینقدر گریه نکن، درست حرف بزن ببینم چی شده؟ باشه اومدم. معصومه اومدین خانم؟ داشتم از ترس سکته میکردم. بگو چی شده؟ شهرام کجاست؟ چهار نفر که لباس کمیته تنشون بود اومدن تو. اول شهرام خانو و سعید خانو بردن. هرچی بهشون التماس کردم تو رو خدا شهرام خانو نبرین، اصلا به حرفم گوش ندادن. نگفتن واسه چی بردنش؟ گفتن میبریم چند تا سوال ازش میکنیم، فردا صبح ولش میکنیم. کجا بردنش؟ گفتن بعدن بهتون میگیم. آدمای خوبی بودن، همش منو دلداری میدادن که نترسم. دفتر تلفن رو بیار، زود باش. الو، بفرمایید. کمیته سعدآباد؟ بله، بفرمایید. میبخشین، من در رابطه با خونه نیاوران پلاک 171 زنگ میزنم. میخواستم ببینم بچه ها اونجان؟ بچه هایی که تو جشن تولد بودن همشون اینجا، تا صبح هم اینجا میمونن. باید پدر مادر ها بیان اینجا ضمانت بدن. شما مگه بچه تون اینجاست تشریف بیارین کمیته و ضمانت بدین. تلفنی که نمیشه. میبخشین، موضوع من در رابطه با جشن تولد نیست. پس راجع به چیه؟ مواد مخدر؟ نه نه، بلکه جابی؟ اینا هم نیست. چیه؟ الو؟ الو؟ کجا خانم؟ صبر کنیم وقت شب. آخه کجا داری میریم مادر جان؟ حداقل تا صبح صبر کن. خودشون گفتن که ولشون میکنن. دکتر علی صحبت کنید. الو، چی شده آقای دکتر؟ ازشون خبری شد؟ از طرف حراست بیمارستان با همه کمیته ها تماس گرفتن. گفتن قضیه ربطی به کمیته نداره، از کانال دیگه ای باید اقدام بشه. منظورتون چیه؟ فکر میکنم موردشون جاسوسی بوده. در ارتباط با بتوده. چی میگی دکتر؟ بچه ای منو جاسوسی؟ غیر ممکنه، حتما اشتباهی شده. شاید امکان داره گول خورده باشن و ازشون بهره برداری کرده باشن. پاکیت شدم. حالا چی کار باید بکنی؟ ببین جانم، شما هیچ اقدامی نمیخواد بکنین، من خودم پیگیری میکنم. اگه خبری گرفتم فورا به اطلاع میدم. خب، کاری نداری؟ خداحافظ. تو واسه چی اینجا بایستدی؟ ببخشی. Thank you.
سلام آقا قندی. سلام علیکم آقا فاضل، شبتون بخیر. بفرما شام. خیلی ممنون. بفرما. قربون شما. پاییزه. سلام. راستی اینجا وای سدی؟ فکر کردی من خروسی انگم که هر شب با مردم سرچخ بشن؟ را بیا بریم. آخه آخه نداره؟ سعید هنوز نایمده. خب میادش، هر جا باشه برای شام پیداش میشه. آخه تو حالا سابقه نداشت که به من نگه و شب از خونه بیرون خب بمونه. خب سابقه دار میشه. فکر میکنی اینجا وایسدی زودتر میاد؟ بریم بعد سر کوچه واسدی. بیبریم دیگه. بیا دیگه. بیا. چیه؟ نصف شبه، سعید هنوز نیومده خونه. خب میگه چیکار کنم؟ سعید دیشب رفته خونه شهرام. چرا میذاری بری اونجا؟ مگه نگفتم با این پسر رفت آمد نکنه؟ به من مربوط نیست، من نمیرم دنبالش. آقا جون تو رو خدا لجبازی نکنی، شاید خدایی نکرده بلایی سرش اومده باشه. به جهنم؟ به درک؟ بچه‌ای که سرخوده حقش هر برای سرش بیاد. شما راست میگی، بلند شو برو دنبالش، بعد تنبیهش کن. آخه کجا برم دنبالش نصف شبی؟ من که آدرس اون پسره رو بلد نیستم. فکر میکنم صادق بلد باشه، الان بیدارش میکنم. آقا جون سر چهار ببین دست چپ. اشتباه کنم بپیشین دست راست. حواست جمع کن. اگه یه دفعه دیگه اشتباه کنی پرتت میکنم پایین. ها نمانی من که جمع نیومدم اینجا. تو ببر کار نخر. اگه اشتباه کنی بازم میزنم تو. حواست خوب جمع کن. بازم صاف برم؟ آره. هیچ علامت هیچ چیزی یادت نی؟ چرا؟ سرش یه همشه یه تلفن عمومیه. اینم باجه تلفن. خوب نگاه کن ببین خودشه. آره آقا جون خودشه، بپیچین سمت چپ. خوشش همینه، حکم خودشه. آره بابا، نصف شبی اگه در خونه مردم عوضی بزنیم فوش میدن. به خدا این خونه شهرامه. تو حالا چند بار اومدم؟ باز چی اومدی؟ با داداش سعید اومدم. سعید اینجاست؟ شما کی هستی؟ من باباشم، بهش بگیم بیاد. آقای مینایی؟ خیلی عرض میخوام خانم که این وقت شب مزاحم شدم. همش تقصیر این پسر بیشعورمه. اشکالی نداره، شما بفرمین تو. خیلی ممنون، دیر وقته، صبح زود باز برم سر کار. بشمین بیا تا زودتر رفع زحمت کنیم. ببینین شما بفرمین تو تا من یه مشکلی پیش اومده. چی شده؟ سعید طوری شده؟ نه 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 نه، فکر بد نکنین. آخه اینجا که نمیشه حرف زد. حالا بفرمین تو تا من همه چیزو براتون توضیح بدم. ببخشید.
متاسفانه ما هنوز هیچ کاری نتونستیم براشون انجام بدیم. به هر دری که زدیم بیفایده بود، به هر کسی که میشناختم رو انداختم. شما مگه آشنایی کسی رو دارین حتما ازش کمک بگیرین. تو اینجور مواقع باید رو دروازی رو گذاشت کنار، باید به هر کسی که کاری ازش برمیاد رو انداخت. آقا معصومی؟ بله خانم. یکم آب بیار. چشم. آقا حالتون خوبه؟ همش تقصیر پسر توه. شما بچه منو گیر انداختین، ازتون شکایت میکنم. آروم باش آقا، خودتو کنترل کن. من میگم که شما زیر پای بچه من نشستین و گورش زدین. این آتیش از گور پسر تو بلند شده. بی خودی گناهو به گردن بچه من ننداز. هرچی هست زیر سر پسر خودتی. بچه من عقده سیاسی نداری. دروغ میگی؟ من شما تاغوتی رو میشناسم. میدونم چه پدر سوخته هایی هستی. همه تو زده انقلابی. دیگه حاضر نیستم به مزخرفاتت گوش بدم. یا لازر این خونه برو بیرون. میرم. برو. برای ازتون شکایت میکنم، پدرتونم در میارم. برو هر قلشی دلت میخواد بکن. از اون طرف اگه بلای سر بچه من بیاد، من میدونم اتا. الو؟ بله؟ الو؟ بلندتر حرف بزنی. الو، شهره تویی؟ خودمم. چرا این وقت شب زنگ میزنی؟ گوش کن ببین چی میگه. امروز وکیلم با من تماس گرفت. کار شهرام درست شده. تو اگه تا در مرز بیاریش بقیه کارش ردیفه. بی درد سر میارنش اینجا. تو خوب گوش کن. تا من زندم نمیذارم شهرام پاشو از این مملکت بیرون بذاری. شادیمو ازم گرفتی، بسه. فکر بردن شهرامو از سرت بیرون کن. نمیذارم کسی اونو ازم بگیره. من باید بفهمم تو این خونه چه خبره. من تو سینم بزرگ کردم. آقا جون چه وقت خبر مردیز اینجا که چیزی نیست؟ چی کارش داری؟ بذار هر کاری که دوست داره بکنی. آره هر کاری که دوست دارم. بشونه شدیدم تو شدی. اینا چی؟ دیدیده باز چی قایمشون کرده؟ ساده اینا رو بخون ببین چیه پسر. آقا جون اون سایت مال سعید نیست، مال شهرامه. اون شب که اومد خونمون آورد. بچه رو زودتر نگفتی پدر سگ. حالا میگی لال بودی؟ حالا چرا بچه رو میزنی؟ حسین بیشرف از قبل واسه ما نقشه داشته. میخوان ما رو شریک جرم کنن. همه کور خوندن نشونشون میدن. این وقت شب اینا رو کجا میبری؟ میخوام برم بدم به اون زنی که تو بفهمه بچهش چه مارمولکیه. خب اگه تو خیابون گرفتنت میخوای بگی اینا ماره کیه؟ خب معلومه، میگم ماره اون پدر سوخته یه که فکر کرده خونه ای من انباریه. تو گفتی اونام باور کردن به همین سادگی؟ خب بلش معلومه. کن بدش من نمیذارم تو خونه نگرش داری. اگه یه وقت ریختن تو خونه اون وقت چی؟ تو فکر میکنی میخوام اینا رو تو خونه قایمشون کنم؟ بلش کن. برگردی
مگه آقا جون شما نمیخواین بیا؟ نه، منو نبینه بهتره. اگه یه وقتم پرسید با کی اومدی بگو تنهایی اومدم. نگی من اینجاما. آخه آقا جون من نمیدونم چی باید بگم. همون چیزایی که من بهت گفتم بگو. اون خودش وارده، میدونه چی کار بکنه. بچه‌رم بده من. بیا آقا جون. آخه من نمیفهمم آقا جون مشکل شما چیه که نمیخواین بیان؟ من یه چیزی میدونم که نمیام. برو دیگه. این مخ میخوره. پرسجو کنه شب بیاد نتیجه رو خونه بگیر. میخواستی براش هم دعوتشون کنی، میگفتی زن و بچهش هم بیاره. گفتم، گفتم شب کشیک داره نمیتونه زیاد بمونه. همینجا باشین، الان برمیگردم. از طریق برادر حجتی پیگیری کردم، اما متاسفانه چون هنوز وضع بچه ها روشن نیست نتونستیم اطلاعاتی بگیریم. معمولاً هم در اینجور مواقع سکوت میکنن، اما به اصرار من برادر حجتی زنگ زدن به حاج آقا معروفی. از دوستان قدیمی ایشون هستن، من بهشون خیلی اعتقاد دارم. اگه کاری از دستشون بر بیاد حتما اقدام میکنم. شما تشریف ببرین دفتر ایشون و قضیه رو همونطور که واقع شده براشون شهر بدید و مطمئن باشین بی نتیجه نخواهد بود. فقط سفارش من اینه که جز حقیقت چیزی نگین، چون اگه بعدن حرفتون دوتا بشه هم برای من زشته هم برای شما. خدا شاهد، حقیقت و خدمتتون عرض کردم. هرچی از زیر سر اون پسر است، باور کنید سعید بیگناهه، اشتباهی بردنش. به نظر من اگر با والدین اون پسر برین خدمت حاج آقا بهتره، اینطور که معلومه سنگینی پرونده رو دوش اونه. کتاباشو چی کار کنیم حاج آقا؟ اب نداره اینجا بمونه؟ هیچ اشکالی نداره خواهر، از نظر ما کتاب مسئله ای نداره، میتونه پیش خودتون بمونه. من نه تنها از پول، حتی از زندگیم دریغ ندارم. حاضرم هر چی که دارم بدم، اما بچه‌مو صحیح و سالم بهم پس بدن. تمام دلخوشیم تو زندگی این بچه است. من اینجا هیچ کس جز این بچه ندارم. خودتون که میدونین من چه زحمتی براش کشیدم. کیه؟ بله. هیچ کس ندونه، شما بله. که خبر داری. بله متوجه. خدایی نکرده اگه برای سرش بیاد هیچ وقت خودمو نمیبخشم. شما که میدونین با چه اصراری اینجا نگهش داشتم. شما از طرف من وکیل تامل اختیار هستین، هر جور که خودتون صلاح میدونین عمل کنین. من کسیو در این رابطه نمیشناسم. همه چشم امیدم به شماست. ببخشید دکتر یه لحظه، این چیه؟ کی آورده؟ برادر سعید داد بدمش به شما. اینجا کجا هست؟ چیزی نگفت. عرض کردم خدمتون اینجور کارا اختیارش با ما نیست. بله استدعا میکنم شما شمارتون رو محبت کنین، اگه شد من نتیجه رو خدمتون میگم. بله خواهش میکنم، خدا حافظ. بفرمایید خانم. سلام آقا. سلام علیکم. ببخشید من با منه
بله. خواهش میکنم بفرمایید بشینیم. بفرمایید. خیلی ممنونم. خواهش. شما بشین. بله. سلام علیکم. بله. بله درسته. آها. در این مورد آقا فرمودن که خودشون میان دفتر ایشون. بله. بله حضوری مطالب خدمتشون عرض میکنن. نه خیلی. درست میفرمایید. نه خیلی لازم نیست که شما دیگه بیان اینجا. بله 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 به سلامت. خدا حافظ. خدا حافظ جمعه. به سلامت. خانم رادمنش بفرمایید شما از کی متوجه فعالیت پسرتون شدی؟ باور بفرمایید حاج آقا، به نظر من فقط یه اشتباه رخ داده. من مادرشم، بزرگش کردم، روحیه و افکارش خوب میشناسم. اون به نقاشی، عکاسی، موسیقی، ورزش علاقه داره، اما هیچ وقت اهل اینجور حرفا نبوده. اگه در رابطه با هر موضوعی غیر از این دستگیر میشد شاید شک میکردم، اما در این مورد واقعا نمیدونم چی بگم. باور کردنش برام مشکله. بله. شما چی آقا؟ حاج آقا خدا به سر شاهده که بچه من اهل اینجور کارا نیست. نه اینکه بگم بچه منو بخوام تعریف بکنم و نه، شما تو محل از هر کی بپرسین بگین بچه فلانی، بجز این که بگن یه بچه انسون، سربزیر، مؤدب، درس خون، همیشه هم سرش تو کار خودشه. از شما چه پنهون؟ چند شب پیش میرن مهمونی منظر ایشون، گویا آقازادشون تحت تعقیب بودن، میریزن تو خونه، بچه منم اشتباهی میبرن. حاج آقا به مود قسم بنده زاده تقصیری نداره، هر مشکلی هست زیر سر بچه ایشونه، اونه که بچه منم به درد سر انداخته. خیلی ببخشین آقا، شما حق ندارین به بچه من تهمت بزنین. بچه من هیچ مشکلی نداره. اگه مشکلی نداشت که نمیریختن تو خونتون خانم، حتما یه ریگه به کفشش بوده که اومدن سراغه. اگرم هست دادگاه باید تشخیص بده، نه شما. شما حق قضاوت نداری. اینجا با هم مجادله نکنی. برای من روشنه، برای دادگاهم روشن میشه. همین. چه چی آقا؟ چشم. بحثو بذارید برای بیرون. من به بیگناهی بچه‌م ایمان دارم. بچه‌ی من هیچ مشکلی نداره. بفرمایید. حالا تشریف ببرید تا من تحقیق کنم ببینم موضوع چیه. بفرمایید. خواهش می‌کنم. وایسا ببینم تو خجالت نمی‌کشی؟ آخه واسه چی خجالت بکشم؟ به خاطر تبرئه بچت وجدانت قبول کرد که هر چی گناهه به گردن بچه‌ی من بندازی. برو خدا رو شکر کن اون چیزایی رو که میدونستم نگفتن. والا والا چی؟ ده بگو بگو بچه ای من چی کار کرده که تو میدونی و من نمیدونم؟ تو که هرچی گناه ریز و درشت بود به گردن بچه ای من انداختی. منت هم سرم میذاری؟ حقیقتو گفتم. بچه ما گیر انداختی، زبونت هم درازه. من بچه تو رو گیر انداختم؟ آره، تو و اون پسر گردن کلفته. حقا که گوری چی هستی؟ احمق احمقم خودتی تاقوتی. موزه باش، موزه باش. عقب منو. سلام علیکم. سلام علیکم. خودم میرفتی باهاش صحبت میکردی، مزه دهنشو میفهمیدی، اینطوری بهتر بود. بله. به حرف اینا اون که نمیشه. حاجه هستن. یه دقیقه گوشی خدمتتون ببخشید. نه خیر متاسفانه حاج آقا نیستن، جلسه داشتن رفتن. اجازه بدین. این نامه رو دادن گفتن که بدم خدمتتون. خیلی ممنون. خواهش میکنم. ببخشید. بله داشتم میگفتم اینجور کارا رو آدم نمیاد.
دیگه به هر کسی بگذارم. بله درست، کاملا درست. از اون موقع که اصلا نگران نباشه، آخه مسئله ای نداره. بازی ها چیه در آوردی؟ حاج آقا امروز نمیاد، اینو واسه ما گذاشته. جوان تو چی نوشته؟ بگو چه اتفاقی افتاده؟ چرا هیچی نمیگی؟ این تو چی نوشته؟ آج آقا نوشته متاسفانه کاری نمیشه کرد، بچه ها مشکل دارن، باید منتظر شد تا پروندهشون تکمیل بشه. هر دوشون مشکل دارن؟ یعنی بچه من؟ بله. اشتباه میکنی، یه بار دیگه بخون، شاید درست نخوندی. چند روز حالش خیلی بدتر شده آقای دکتر، هر کاری کردیم ببریمش دکتر نذاشت. شبا بلند بلند با خودش حرف میزنه، خلاصه خواب و آسایش ازمون گرفته. یه کارای عجیب و غریبی میکنه که بچه ها ازش میترسن. دکتر تو رو خدا یه کاری بکنی. ضربان قلبش که عادیه، تبم نداره. مریض شما حالش فخیم نیست. آخه آقای دکتر الان که بیهوشه، وقتی هوش میاد حالش خیلی بد میشه. به هر حال اگه زیاد اصرار بورزید به بیمارستان منتقلش میکنیم. شما چی میگید؟ ببرنش؟ ببرنش مریض خونه که بهتره، اونجا بیشتر بهش میرسن.
مریض منتقل کنین. بله. چونه من چی میخوای؟ منو ول کنی؟ منو بسری سری؟ چی شدی؟ چی شدی؟ بیاین اینجا بسری منو سری؟ آروم باشی آقا کجا؟ بلند کنی؟ کجا رفتی آقا؟ از اینجا بریم بیرون باز چی آمدین اینجا؟ همه تون از اینجا برید بیرون آروم باش آروم آروم مشکل چیه؟ مشکل؟ کدوم مشکل؟ من مشکل ندارم شما چیزی گفتین؟ که اینجا مشکل داره من که مشکل ندارم ما مشکل نداریم ما تو این خونه مشکل نداریم هیچ کس اینجا مشکل نداره بریم بیرون همه تو بریم بیرون خواهش میکنم بشینیم خب کسالتتون چیه؟ من مریض نیستم خانم دکتر من فقط اومدم شما رو ببینم من مادر سعیدم مادر سعید؟ بله چه برخورده غیر منتظره ای آقای مینایی چطورن حالشون خوبه؟ نه خانم جون اصلا حالش خوب نیست خیلی نگرانم براش چطور؟ مریضن؟ نمیدونم اومدم از شما بپرسم از من؟ چرا از من؟ بگم اونم یه چیزایی رو داره از من مخفی میکنه شاید حقیقتشو نمیگه حقیقتو شما به من بگین میگم نکنه یه وقت خدایی نکنه بلایی نه نه خدا نکنه چرا این فکر رو میکنین نکنه شوهرتون چیز تازه شنیده نمیدونم اون در مورد بچه ها هیچی به من نمیگه فقط مثل خوره داره خودشو میخوره بابا باور کنین من هیچ چیز تازه ندارم منتظرم ببینم خدا چی میخواد شما خودتون یه مادری میدونین که من چی میکشم از وقتی سعیدو بردن اصلا حالا روزمو نمیفهمم شما خوابای عجیب و غریب میبینم تو رو جون اون عزیز راستشو بهم بگین آخه منم مادرم میخوام بدونم سر بچم چی اومده ای خدا دیدی چه خاکی به سرم شد چرا شیون میکنین خانم بچه ها که طوریشون نشده اگه بچه ها طوریشون نشده پس چرا شما دارین گریه میکنین من به خاطر بچه ها گریه نمیکنم برای خودم گریه میکنم برای تنهایی برای بی کسی چی شد خانم دکتر خدا مرگم بده خانم دکتر پاشو ببین چی برات درست کردم بخوری فوری حالت خوب میشه اصرار نکن معصومه خانم به خدا نمیتونم بخورم گلگاب زبونی برات خوبه آرومت میکنه بیا بخور الو سلام آقای دکتر
خیلی بهترم. چه خبری؟ کجا؟ همین الان؟ نه دکتر، حالم خوبه، اومدم. داری چی کار میکنی خانم جون؟ تو نباید از جا تکون بخوری، حالت خوب نیست. کجا میخوایی بری؟ میرم پیش دکتر علایی. میگن پسرش میخواسته دانشگاهو بگیره. اتفاقا چند شب پیش منم از رادیو بی بی سی چیزایی در مورد شنفتم، اما متوجه منظورشون نشدم. بابا جون این شایعاتو ول کنیم، به جای این حرفا اون مریضه، بریم یه سری بهش بزنیم. بعد هم نمیگه از همسایگی به دوره، خیلی وقت ازش خبری نیم. من که از پا عاجزم، شما از طرف من عذرخواهی کنید. میبخشید آقا، میدونین منزل آقای مینایی کدومه؟ چی خانوم؟ راننده همین کامیون. بله خانوم، خونش همینجاست. تشریف ببرین انتهای کوچه در دنیا. خیلی متشکرم آقا. بفرمایی خانم دکتر. مرسی، خوش اومدین. بفرمایین تو، بفرمایین. خیلی متشکرم آقا. آقا فاضل بلند شو خانم دکتر، اومدن بلند شو. متشکرم، مرسی. مزاحمشون نشین، بذارین استراحت کنین. سلام. ببخشید که نمیتونم بشینم. اینقدر خودتون رو اذیت نکنین، با قصه خوردن که کار انجام نمیشه. بفرمایی. خیلی متشکرم خانم دکتر. تو رو خدا شما به این یه چیزی بگین، حرف ما رو که گوش نمیده. خبر تازه ای نشنیدی؟ والله هنوز ازشون خبری نشده. شما چی خانم دکتر؟ خبری نداری؟ چرا؟ اگه خدا بخواد بچه ها قراره تماس بگیرن. چه؟ کجا؟ الو؟ ببخشید با آقا جاوید کار داشتم. ما اینجا آقا جاوید داریم. نخیر. نخیر؟ ببینم کجا رو گرفتی عشقی؟ مگه اونجا تمام بخشی نیست؟ اشتباه. مگه از شما خواهش نکردم اجازه بدین خودم تلفن رو وردارم؟ دیگه ور نمیدارم. معصومی بیا اینا رو ببر. الو بفرمایید. سلام. سلام علیکم. وقت داری یه خورده با هم حرف بزنی؟ شما کی هستی؟ وا چه خشن، از ما بهترون همیشه اینقدر خشنن. خب حوصله‌ام سر رفته بود، شماره تو شانسی گرفتم. خجالت بکش خانم، عجب دور زمانایی شده. سرم صدا تو میشنوم. تو حالت خوبه؟ آره. شما چی؟ شما حالتون خوبه؟ حساس دلم. تو چطوری؟ کی آزادت میکنن؟ هنوز هیچی معلوم نیست. خوبشون ببین چی میگم، من زیاد نمیتونم حرف بزنم. حالم هم خوبه، اصلا نگران نباش. خدافظ.
الو شهرام، الو قطع کرد. با چی قطع کرد؟ من که هنوز با سعید حرف نزدم. دوباره زنگ میزنه. چرا بهشون نگفتی که منم میخوام با بچه هم حرف بزنم؟ مگه برای من نوبت نگرفته بودی؟ چی میشه سفارشی بچه منم میکردی؟ خب منم دلم برای بچه هم تنگ شده. تو فقط به فکر خودت هستی. بیاین سوار شین، میخوام باهاتون حرف بزنم. با شما آقای مینایی؟ مگه نمیخوای با بچه‌تون حرف بزنی؟ ها؟ چرا؟ دلم میخواد با بچه‌ام حرف بزنم. اما چطوری؟ خب اگه میخوای سفارشتو بکنم سوار شو. راست میگی؟ پس بزن بری. سلام آقای دکتر. گوشی؟ متشکرم. الو سلام آقای دکتر، میتونم چند دقیقه مزاحمتون بشم؟ خیلی ممنون، زیاد وقتتون رو نمیگیرم، فقط چند لحظه. بله متشکرم، خیلی ممنون. مرسی آقا، بریم. خسته نباشی اوسا. خیلی ممنون. خیلی کار داره؟ بوده یه ساعت، شاید هم دو ساعت. از پله بریم. طبقه چندومه؟ 18 18 یعنی 18 طبقه رو باز بریم بالا؟ چاره چی؟ یواش یواش بیا، خسته نمیشی. چی؟ من یواش یواش بیا. میبینی چند نامه؟ نهام. یعنی نه طبقه دیگه رو باز بریم بالا. خسته شدی؟ من که از اول بهتون گفتم یواش یواش بیاین. نه خسته نیستم، شما برین، من هم پای سرتون میام. طبقه دیگه مونده. فقط سه طبقه.
دیگه چیزی نمونده. رسیدیم. سه طبقه دیگه. دکتر دیگه نمیکشم، نوزم بند آمده. چرا رنگت پریده؟ قبلا ناراحتی قلبی داشتی؟ من تا حالا هیچ درد و مرضی نداشتم. هرچی سرم اومده از دست این پسر هست. همینجا باشن و برمیگردم. میبخشین خانم، یه لیوان آب میخواستم. چشم، الان دهنتو باز کن. چیه؟ دهنتو باز کن، قرصی بخوری حالت بهتر میشه. خیلی ممنونم. خواهش میکنم، اگه چیز دیگه لازم داشتین در بزنید. متشکرم خانم، دستتون درد نکنه. خواهش میکنم. به روغن سوزی افتادم. دیگه موتورم تو سربالایی کشش نداره. خب به هر حال خیلی جوونم به نظر نمیای. باید بیشتر از این مواظب به خودت باشی. با درد سرایی که این بچه درست میکنه چطوری میتونم به خودم برسم؟ خانم دکتر چی شده؟ دیر کردی؟ نگران شدم. پدر سعید حالش بد شد، بهش گفتم بهتره یه خورده استراحت کنه. سلام دکتر. بفرمو. بریم تو جناب. بیا میشینجا. خوبه، همینجا کفشاتو در بیار، استراحت کن، حالت خوب میشه. باعث زحمت شدم بای دکتر. دراز بکش. خانم دکتر میخواییم براش قند بخوریم؟ زحمت شدم. نه متشکرم، بهش قرص دادم. هیچ زحمتی نیست، استراحت کن الان حالت خوب میشه. بریم بریم راحتش بذاریم، چند دقیقه استراحت کنه حالش خوب میشه. بفرمایید. گفتگومون انقدر مختصر و کوتاه بود که حتی فرصت نشد راجب سعید ازش سوال بکنم. اون که نمیتونه به هر سوالی جواب بده. شما نباید راجب سعید ازش سوال میکردی. آخه پدر سعید خونه ما بود، اونم منتظر بود تا خبری از پسرش بشنوه. شما مگه رابطه پدر سعید هستی؟ خواهش میکنم خانم دکتر، با اینجور مسائل احساسی برخورد نکنین. شما بهتر متوجه وضع و مشکل پسر خودتون باشین. با این حال من به پدر سعید قول دادم که شما براش یک کاری میکنین. رو چه حسابی همچین قولی دادین؟ آخه این موردی نیست که کاری از دست کسی ساخته باشه. شما به جای اینکه به فکر کار خودت باشی داری سنگ دیگرانو به سینه میزنی. به نظر من خودتون بیش از دیگران احتیاج به کمک و سفارش داری، به خصوص تو همچین موردی که هیچ کس حاضر نیست پا پیش بذاره. کجا؟ چی شده؟ واسه چی از جات بلند شدی؟ کجا میری؟ با کجا میری؟ واشسین ببینم آقای مینایی، کجا میخوای بری؟ صبر کن آقای مینایی. چی اومدی دنبال من؟ برو به فکر خودت باش. هر کسی باز خودش دنبال چاره دردش باشه. مشکل بچه من هم مشکل من، مشکل تو اون نی. از حرفای دکتر ناراحت شدی؟ حق با اونه. چرا باز توقع داشته باشم کسی برام قدم برداره؟
خون جگر خوردم و بزرگش کردم. چهار چشی پاییدمش تا لات قمار باز نشه، لودی و بنگی نشه، چپ نشه، راست نشه، تو جوب نیفته. آخرش هم از جاده خارج شد. تو فکر میکنی من کم براش زحمت کشیدم؟ هیچ کوتاهی در تربیتش نکردم. به خاطر اینکه کم بوده پدرش رو حس نکنی، همه جور امکانی براش فراهم کردم. بهترین مدرسه، معلم خصوصی، پول، آزادی، رفاه، همه چی. کجا اشتباه کردم؟ نمیدونم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. سلام علیکم. سلام از ماست رجا. در خدمت شما هستم. آقا با کی کار داشتی؟ با خانم دکتر راد نیستن ایشون. کجا؟ شما کی هستین؟ کار خصوصی دارم خانم. مرخصی هن رفتم منزل استراحت کنن. خیلی ممنونم خانم. یعنی چی؟ چی بود؟ چهار چهار هشت هشت شیش شیش. خونه کی؟ خونه نسری. کی؟ دختر خالش. الو بفرمایید. الو، من با خانم دکتر کار داشتم. شما؟ من بابای سعیدم. گوشی؟ الو؟ الو، ببین چی میگم خانم دکتر. یه کار فوری پیش اومده. همین الان من باید شما رو ببینم. الو؟
چه خبری؟ بیاییم بالا. واسه چی میخواستی منو با این عجله ببینیم؟ باید به سفر بریم. سفر؟ قراره یکی رو ببینیم، یا آشنا پیدا شده. کی؟ همین امروز. آقا حدود 20 دقیقه‌ای هم منتظر شما شدن، ولی متاسفانه چون کار داشتن دیگه نتونستن منتظر بمونن. رامون دور بود واسه همین دیر شد. میشه خواهش کنم یه وقت دیگه ای بهمون بدین؟ والا وقت فرداشون که پره، فقط برای صبح زود یه وقت داریم. از نظر ما اشکالی نداره، هر ساعتی باشه میایم خدمت شما. بله، شما صبح اول وقت اینجا تشریف داشته باشید. چرا قبول کردین هفته صبح اینجا باشیم؟ نکنه میخواین شبا همینجا بمونیم؟ اگه قبول نمیکردین میافتاد به چند روز دیگه. شبا اینجا میخوابیم، صبح اول وقت میریم خدمت آج آقا. میمونم سوار شو. ممنونم. چیزی لازم داشتین زنگ بزنین خانم. مرسی آقا. یه چادر برام بفرستین. چشم خانم. خیلی ممنون.
لطفا تشریف بیارید. من شما نه خانم. برو برو. طبق تحقیقاتی که شده خوشبختانه پسر شما پروندهش تکمیل شده و مشکلی نداره. انشالله تا آخر هفته پسرتون آزاد میشه. خدا رو شکر. اما متاسفانه پرونده آقای سعید مینایی مشکل داره. طبق بررسی‌های انجام شده لازمه برای توجیه بعضی از مسائل ایشون مدتی پیش برادرها بمونن. شبه تا چند ماه آتی آزاد میشن. چی شده؟ برش پدر خوبی نبود، اما وقتی اومد خونه بهش میگم بابا ببین بابا حساب گذشته رو فراموش کن، هرچی بوده تموم شده، از این به بعد مرد خونه تو هستی. گریه میکنی؟ گریه کن، عشق شادیه، من هم دلم میخواد گریه کنم. من تا حالا هیچ وقت بنده زهران تو زندگی خوشحال نبودم.